سلام و درود مهربانان. توی این ویدیو میخوام یادتون بدم از یه سری علائم ظاهری مثل چشم و ابرو و دهان و کیفیت صورت و مو و چند تا مورد دیگه متوجه بشین فرد چه مزاجی داره. خیلی به دردتون میخوره، چون وقتی بدونین که فرد این مزاج رو داره متوجه خواهید شد چه ویژگی های روحیاتی، رفتاری، اخلاقی و فیزیکی رو در واقع بیشتر بعد ازش انتظار داشته باشیم و تو تعامل ما با افراد خیلی کمکمون خواهد کرد، خصوصا اگه افراد نزدیک خانوادهمون باشن. خب میدونیم چه غذایی براشون مناسب تره، چه روحیات و چه فضایی باید براشون فراهم بشه و خیلی میتونه به زندگی بهتر ما کمک بکنه. فقط قبلش یه مقدمه مختصر و مفید و خوشگل و راحت میخوام یادتون بدم در حد 2-3 دقیقه کوتاه که اینا رو تو ذهنتون هک بشه، نیاز به حفظ کردن نداشته باشید. اگر شما قلم کاغذ دارید اینو بکشین که تو ذهنتون تثبیت بشه. دو تا خط لازم داریم، یه خط عمودی، یه خط افقی. درست شد؟ بالا می‌نویسیم گرم، ما 4 تا حالت که بیشتر نداریم، گرم و سرد و تر و خشک. پایین سرد، سمت راست خشک و سمت چپ هم تر. درست شد؟ گرم و سرد و تر و خشک. حالا این 4 تا با هم ترکیب بشن 4 تا حالت میشه، یعنی اینجا میشه گرم و خشک، اینجا میشه سرد و تر، سرد و خشک و گرم و تر. درست شد؟ ما 4 تا رکن در طبیعت داریم، معروف از قدیم هم میگفتن که ارکان 4: آب و باد و خاک و آتش. هر کدوم از اینا یکی از اینا میشه. یعنی آتش چیه؟ آفرین، گرم و خشک. اینجا میشه آتش. آب چیه؟ سرد ترم هست، اینجا میشه آب. خاک میشه سرد و خشک و آخریش هوا یا همون باد که گرم و تره. پس این 4 تا رکن، این 4 تا قرار تو این قسمت نمودار ما قرار گرفتن به همین سادگی، که حالا به آتش تابستون هم میگن، به زمستان آب هم میگن، خاک همون پاییزه و هوا به اصطلاحا بهار هم میگن. خب بحث در این نکته ظریف اینه که ما این باور رو داریم که هر آنچه که در جهان بیرون هست متناظر و نماینده‌ای هم در جهان درون ما داره، هر پدیده‌ای، که حالا بحث مفصلی. اما همین 4 تا حالتی که عرض کردیم در وجود ما هم در واقع متناظری دارن. یعنی وقتی میگیم ما در جهان پدیده به نام آتش هست، در درون خودمون هم هست همچین حالتی در واقع براش باید انتظار داشته باشیم، که در اصطلاح به آتش در درون خودمون بهش میگن صفرا. حالا نمیخواد شما واژه رو حفظ بکنه اذیت نشین، ولی خب در جریان باشین بهش میگن صفرا دیگه. آتش همون صفراست، آب همون بلغمه، خاک همون سوداست، هوا همون دمه. درست شد؟ تطبیقش به همین راحتیه، تمام نمودار مزاج شناسی همینه. حالا یه دایره هم برای خوشگلی دورش میگیش میگیم دایره مزاج شناسی. این دایره رو تو ذهنتون اگه تثبیت بشه همه رو راحت متوجه خواهید شد. حالا جلو بریم بهتون میگم یعنی چی. اول از دهان شروع بکنیم. دهان بزرگ نشانه چیه؟ دهان کوچیک نشانه چیه؟ خب ببینید، افرادی که بدنشون سوخت و ساز بیشتری داره، تحرک بیشتری داره و گرمای بیشتری در بدنشون وجود داره، نیاز به جذب اکسیژن بیشتری دارن. پس باید میزان ورودی اکسیژنشون دریچه‌اش بزرگتر باشه. پس این افراد دهانشون بزرگتر، بینیشون بزرگتره. یعنی تو همین نمودار نیمکره سمت بالا دیگه منشین گرم، نیمکره سمت پایین داریم که سرده، نیمکره سمت بالا داریم گرم. نیمکره سمت بالا که شامل آتش و هوا یا همون صفرا و دم میشه، اینها باید دهان و بینی بزرگتری داشته باشن تا بتونن هوای بیشتری رو وارد بدنشون بکنن، بازدن بیشتری داشته باشن. پس یه علامت مهم، پس یه آدم گرمای مزاج، یعنی دوتا حالت بالایی، دهان و بینی کوچیکی نداره. بینی کوچیک و ظریف مال کیاست؟ مال این پایینیا که بدن سرد دارن، نیم کره سمت سرد دیگه، یعنی سودایی ها و بلغمی ها، یا همون اصطلاحاً جنس خاک و جنس آب، پاییز و زمستان، اینا رو اسامی دیگه شه. این افراد دهان و بینی نسبتاً کوچیک‌تری دارن، نیاز نداره اون همه هوا بخواد وارد بدنشون بشه. دقت کرده باشین برای اینکه خیلی راحت‌تر تو ذهنتون تثبیت بشه، اروپایی‌ها رو نگاه بکنین، معمولاً دهان و بینی کوچیک‌تری دارن. آفریقایی‌ها رو نگاه بکنین، دهان بزرگ، بینی بزرگ، سوراخ‌های بینی درشت، برای اینکه هوای بیشتری وارد
بدنشون بشه. پس این یه نمونه ساده، حالا نسبیه، حالا مقایسه نکنیم که حتما ما اگر گرم باشیم بعد مثل آفریقا یا دماغ بزرگی داشته، اون ژنتیک تغییر کرده تو هر اقلیمی، ولی به طور کلی در مقایسه با همون منطقه، مثلا تو ایران خودمون، توی افغانستان عزیز، توی کشورهای منطقه، اگه بررسی بکنیم اونایی که نسبت به هم نوعان خودشون دماغ بزرگتری دارن گرمترن، اونایی که دماغ کوچکتری دارن سردترن. پس این یه قاعده مهم. کیفیت چشم ها چطور؟ نیم کره سمت راست، یعنی اونایی که خشکن مثل صفرا و سودا، اینها چشمای درشتی ندارن، چشماشون نسبتاً ریزتره. اما نیم کره اینوری، یعنی قسمتی که رطوبت بیشتر هست، تره. رطوبت باعث میشه که نرمی و لطافت و حجم بیشتر بشه. این افراد چشمان درشتری دارن، چشمان زیباتری هم البته دارن، یعنی بلغمی ها و دمه به مزاج ها چشمان درشت، سودایی یا صفراوی ها معمولا چشمهای کوچکتر. البته باز چشم خودش جزئیات زیادی داره، اونایی که زیاد باز پلک میزنن جزء صفراوی مزاج ها هستن، اونایی که ترشحات چشمشون خیلی زیاده جزء مزاج های مرطوب مثل بلغم و دم هستن، اونایی که باز خیلی خشک میشه چشمشون، ترشحات کمی دارن سودایی هستن و تا حدی هم صفراوی مزاج ها. میگم جزئیاتش باز خیلی زیاده، بخوام وارد ابعاد دیگه بشم، اینکه دوربین باشن مثلا خشک مزاج ها زمینه دوربینه بیشتری دارن، قوی تره، باز و عکسش. پس اینو از بحث چشم. کیفیت زوایای صورت چطوره؟ ببینید یه قاعده اینه که رطوبت یعنی نرمی و لطافت، یعنی انحنا. شما یه قطره آب در نظر بگیرید که نماد رطوبت و تریه، اصلا زاویه نداره دیگه، نرمه، همش حالت قطره و یه شکل منحنی مانندی داره. اما وقتی خشک میشه تیزی و سفتی و زاویه پیدا میشه. پس این سمت خشک ها، یعنی صفرا و سودا، کلن زوایای بدنشون میل به تیزی و خشکی داره. این سمت دیگه که قسمت رطوبته، یعنی دم و بلغم، میلشون به نرمی و لطافت و انحنایه. پس اندامهای بدنشون، چه اندامهای صورتشون، چه اندامهای مثل آرنجشون، قوزک پا، زانو، اینا همه به سمت نرمی میره. یعنی چی؟ یعنی دماغ که مثلا در موردش صحبت کردیم، درسته که دموی مزاج ها مثلا دماغ بزرگی داره، ولی بزرگی با این نرمی و یک توپولی همراه نسبتاً. اما صفراوی ها در این حال که دماغشون نسبتاً بد بزرگ باشه، اما یک زوایای تیزی و خشکی داره. سودایی ها در این حال که کوچیکه تیزن هست. بلغمی ها در این حال که کوچیکه انحنا و نرمی خاصی داره شکل ظاهری بینیشون. همینطور در مورد صورت، زاویه فک و زاویه های تیزی گونه ها و پیشونی، اینا هر جوری دیدین که طرف زوایای تیزتری داره، نشون میده این مزاجش خشک‌تره. خشک چیا بودن؟ گرم و خشک داشتیم و سرد و خشک، یعنی سودا و صفرا. گرم و تر و سرد و تر هم که نشانه تری بود، اینا باز نرم و لطیف و به قولی به صورت گردمانند تره. بدنشون هم به طور کلی همینطوره. افراد دموی مزاج و بلغمی مزاج که رطوبت دارن، بدنهای توپل مپولی دارن، نرم و گوگولی هم به قولی، یه مقدار بدنشون جوریه که استعداد چاقی بیشتری داره نسبت به بقیه، نسبت به صفرا و سودا که خشک و معمولا قلمی ترن، این تفاوت لباسشون احساس میشه. و البته فرق دموی مزاج ها و بلغمی مزاج ها اینه که دموی مزاج ها منطقی اصلا چاقیشون مدل سیبی شکله، یعنی هماهنگ چاق میشن و بیشتر هم چاقیشون ازولهی و ماهیچهیه. اما بلغمی ها بیشتر گلابی ماننده، یعنی پایین تنشون بیشتر به سمت چاقی میره و خب چربیشون، حجم چربی بیشتری نسبت ماهیچه خواهند داشت. در واقع صفاوی مزاج هم جسته بدنشون، چون سینهشون باید حجم بیشتری از تنفس رو وارد بدن بکنه، سینه ستبرتر و درشتری دارن، یعنی درست لاغرن اما سینهشون سینه به قولی بزرگتریه و چارشونه ترن. اما سودایی ها چون سردن، نیاز به هوای کمتری دارن و بدن اصطلاح لاغرتری دارن، آدم های ترکیهی تر و لاغرتری هن. در مورد رگ های پشت دست حتی اینو بگم، رگ های پشت دست افراد صفراوی مزاج معمولا درشتره، دموی مزاج درشتر و از هم بیشتره، بلغمی پنهانه و سودایی هم نسبتا پنهانه، اگر ظاهر بشه به صورت سیمی شکل و خیلی ظریف و نازکه. کیفیت مو چطور؟ یکم فکر بکنید، خیلی شاید خودتونم بتونید تحلیل بکنید که موی افراد
مزاج های رطوبی مثل بلغم و دم، یعنی نیم دایره سمت این ور، اینا رو تاکید میکنم که ذهنتون تثبیت بشه دیگه، این سمت رطوبت دارن، پس موهاشون هم رطوبت داره، یعنی موهای نرم و لطیفی دارن، موهای لخت تری دارن، اما این سمت موهاشون خشکه، به همین سادگی. این دستبندی موها رو میتونیم تو نمودار داشته باشیم، پس صفرا و سودا موهای خشک، بلغم و دم موهای نرم و لطیف تر. اما از نظر پرپشت بودن، هرچه میزان گرمی بیشتر باشه رشد مو بیشتر خواهد. پس نمودار سمت بالا یعنی دم و صفرا هر دوتا موهای پرپشت تری دارن، نیاز به آرایشگاه بیشتر دارن، نیاز به اصلاح موهای زایدشون بیشتر میشه، چون سودساز بیشتره، وقتی سودساز بیشتر باشه میزان تولید مواد زاید که بخشش از طریق مو دفع میشه بیشتر میشه و رشد مو طبیعتاً بیشتر خواهد بود. و نکته مهم اینه که افراد صفراوی مزاج موهاشون نسبتاً ضخیم‌تر هم هست، برعکس سرد مزاجه که موهاشون نازک‌تره اونا ضخیم‌تره، که دلیل علمی ساده و جالب دارن. نظر فیزیکی هرچه سطح مقطع یه جسم بیشتر باشه انتقال حرارت بیشتری صورت میگیره. مثل چی؟ مثل این پره های رادیاتور که دقت کرده باشین تو منازلم هست، پره وقتی پهنه حرارت بیشتر منتقل میکنه، هوا رو گرمتر میکنه، هرچی این پره نازکتر باشه حرارت کمتر منتقل میشه، پس بخشی از این حرارتی که در بدن باید از طریق موها خارج بشه از طریق این ضخامت مو در واقع تنظیم میشه، برای همون اینها موهای نسبتا ضخیم تری دارن که این فیلتر شدن انتقال گرما بهتر و بیشتر صورت بگیره، همین سادگی. پس افراد مزاج صفراوی موهای نسبتا زبر تری هم دارن در این حالی که خشکه. و یه نکته دیگه، افراد خشک مزاج برای فر خوردن مو استعداد زیادی دارن، یعنی موهاشون یا خشکه در حدی که به صورت سیخیه و خیلی سخت وامیسته، یا اینقدر باز این خشکی غلبه پیدا کرده که به صورت فر در اومده. شما یه رشته ماکارونی در نظر بگیرین، این وقتی میذارین یه جای هر بغل تو آفتاب مثلا میذارین، بعضی وقتا میبینین که جمع شده، یه فر ریزی داره میخوره، اینا نتیجه در واقع خشکی. فر کلا نشانه خشکی، اما فرق خشکی مزاج صفرا با سودا اینه که فر صفراوی ها درشتره، فر سودایی ها ریزتره. این سنگ نگاره هایی که در آثار تخت جمشید هست از سربازان هخامنشی و پادشاهان رو بررسی بکنید، یه فری روی موهاشون هست، خب اینا مزاج اون منطقه و اقلیم و اون افراد گرم و صفراوی در اصطلاحاً بوده و این نشون میده این رویشه مو در بدنشون خیلی محسوسه، یعنی شما دبفی مزاجا بدن بسیار پرموی دارن، روشوناشون، پشتشون تمام مثلا یعنی پر موی یا نسبتا موی بیشتری داره، صفراوی مزاجا هم یکم پراکنده تر ممکنه باشه ولی میزان سرعت رشدش باشون زیاده، اما بلغمی ها و سودای کلا بدنای کم مویی دارن، راحت ترن تو این قضیه. رنگ پوست هم یه داده های رو مهم میده، افرادی که پوستشون به سمت زردی بیشتری میره استعداد برای مزاج صفرا دارن، افرادی که رنگ پوستشون یک برافروختگی داره نسبتاً استعداد بیشتری برای مزاج دم دارن، افرادی که پوستشون سفیدتر و شفافتر و روشن‌تره برای مزاج بلغم استعداد دارن، و افرادی که پوستشون مقدار رنگ تیره تر و سیاه تری زمینش رو داره سبزترن، اینا استعداد برای مزاج سودا بیشتر دارن. البته این مطلق نیست، اینجوری نیست خب سیاه پوستا همهشون پس سودای مزاج دارن، نه استعداد و نسبت مون اقلیم و منطقه و جغرافیا در واقع باید در مقایسه این قضیه رو بررسی کرد، ولی به طور کلی این نسبت قابل توجه هست. و حتی این رنگایی که گفتم در اندام ها، مثلا چشم هم گفتم، همین رنگا رو تو چشم هم میتونیم با بررسی بکنیم، این چشمایی که سفیدی چشمشون به سمت قرمزی بیشتر میره، همون ویژگی دمو توشون شاخص تر میتونیم ببینیم، اونایی که سفیدیش خیلی زیاده بلغمه، اونایی که این مقدار به زردی میره صفراست، اونایی که به سمت تیرگی و کمحالی میره سودا، اینا حتی رو زبون همین رنگایی که عرض کردم قابل انطباق تا حد زیادی هست. البته اینو که میگم مطلق نیست، استثناءاتی داره، تداخل‌هایی داره، چون بعضی مزاج‌ها با هم دیگه طرفین، دو تا مزاج با هم دیگه داره، سه تا مزاج داره، یه سری استثناءات داره، ولی من سعی کردم اون کلیت و قواعد اصلیش رو بهتون بگم، حالا میگم در مورد استثناءات هم صحبت خواهیم کرد. یکی دیگه از نشانه‌های افراد صفراوی مزاج پیشانی نسبتاً بلندتره،
نسبت به بقیه مزاج پیشانی بلندتری دارن و ریزش مو هم در افراد صفحه مزاج از جلوی سر صورت میگیره که حالا در آقایان اتفاق بیشتر میفته، خانم‌ها معمولا درگیرش نمیشن این نوع مدل ریزش مو رو. دموی مزاج ها ریزش موشون از پس کله است، دیدیم بعضیا عقب سرشون شروع میکنه به خالی شدن، این تفاوت در واقع نوع ریزش مو رو دارن. معمولا افراد سودای مزاجی ریزش مو آنچنانی ندارن مگر به خاطر بیماری باشه، حالا کم خونی قند زده خون موارد مشابه باشه، انظر مزاجی این ویژگی رو دارن. که البته این نکته هم بین داخل پرانتز بگم که علت ریزش مو در خانم ها بیشتر به خاطر سردی مزاجه، یعنی دو تا دسته سودا بردم چون خانم ها بیشتر هستن توش، و آقایون در اثر گرمی مزاجه که گفتم تفاوتش از چه ناحیه‌ایه. پس اینم از بحث نوع ریزش مو. افراد گرمای مزاج مثل دم و صفرا بدنهای معمولا گرمی دارن، یعنی دستم باش میدی گرما رو احساس می‌کنی، از اون دستا هم بعضی وقت متوجه میشین که این فرد چه مزاج و چه ویژگی هایی داره. افراد سرد مزاج معمولا از سردی مینالن دیگه، دیدین بعضی افراد زمستون که میشه بعد بچسبن به بخاری جوراب بپوشن، مخصوصا نوک انگشت پاشون خیلی سرد و یخه. نقاط دورتر بدن دیگه، یکی نوک انگشت از همه دورتر نسبت به قلب، یکی نوک انگشتای پا. خب این دورتر بودن باعث میشه که خون رسانی دیرتر صورت بگیره و اگر دو حالت تعادل مزاج نباشن سرما بیشتر اذیتشون میکنه. پس ما با یه بررسی اولیه ظاهر افراد، اصلا به قبل از اینکه باهاش برخورد کنیم، نوع صحبتش و روحیاتش رو بشناسیم، میتونیم یک آنالیزی داشته باشیم، تحلیل داشته باشیم که این فرد چه مزاج اولیه‌ای داره، تو کدوم دست است. خب تو تعامل ما خیلی میتونه قضیه تاثیر بذاره. البته این یه بخششه، علائم ظاهری رو گفتیم، یه بخش مهم دیگه علائم رفتاری و روحیاته که حالا این صفرای مزاج چه رفتارها و چه اخلاق و چه خلق و خویی داره، چه شخصیتی داره. دموی مزاج همینطور، کدوم صبورن کدوم عجولن، کدوم دقیقن کدوم قرقی نیستن، کدوم یکی از این افراد پر انرژی ان کدوم یکی کم کارن، رفتاری مدیریتیشون چطوریه، حرف شنویشون چطوریه، هر کدوم باز تفاوتهایی داره که چون مقدار باز ویدیو طولانی میشه در ویدیو بعدی باز در این مورد صحبت خواهم کرد با یه سری مصادیق، یعنی خواهم گفت مثلا یه سری از شخصیت معروف که شما میشناسید این چه ویژگی داره، با دونستن این نقطه مهمی که از نظر ظاهری چه ویژگی داره به اضافه ویژگی رفتاری میتونی کنار همدیگه یک جمع‌بندی خیلی خوبی داشته باشی. مزاج شناسی خیلی مهمه، دونستنش میتونه زندگی ها رو نجات بده، ندونستنش میتونه بعضی زندگی ها رو به تباهی بکشونه. وقتی دوتا همسر نسبت به مزاج همدیگه آگاهی نداشته باشن، نتونن درست مدیریت بکنن، خیلی از اختلافات و سوء تفاهم‌ها پیش خواهد اومد. اینم تجربه تو این سال‌ها دارم میگم که واقعا وقتی این مقدار آگاهیتون قضیه میشه زندگی نجات پیدا میکنه. یه خانومی که انظر مزاجی کلا تو فضای سرد و رطوبی زیادی تنبل کم حال کم جونه و این ویژگی خاص مثلا بلغمی حالا میخوره به یه آدم بسیار گرم و آتشی، خب این تقابلاشون یه بخشی از این اختلافایی که دارن به خاطر این اختلاف مزاجه که حالا باید همدیگر رو مدیریت بکنن، بالانس بکنن و یه تعادلی برسونن و حالا راه حلاش بحث مفصلی که حالا در مورد راه حل های بهبود این از تعادل خارج شدن هم توی ویدیوهایی قبلا صحبت کردم، باز هم صحبت خواهم کرد که راهکار دستتون بیاد، ولی بدونید که مزاج شناسی از اون که فکر میکنید خیلی مهمتره، تو تمام شؤونات زندگیتون میتونه کاربرد داشته باشه، از روابط خانوادگی، روابط زناشویی، تربیت فرزندان، روابط کاری، شغلی، استخدام. طرف نیرو استخدام میکنه بدون این ویژگی‌های روحی مثلا سودای مزاج برای یه فرد حسابدار خوبه، برای یه فرد مثلا فروشنده خوب نیست و کل نکات دیگه که حالا در موردش بیشتر خواهیم گفت. طبق روال همه ویدیوها یک چنل خوب معرفی بکنم، چنل سلامت و آشپزی. اگر دوست دارین آشپزیتون به روش سالم با مواد اولیه سالم و در واقع اصول درست آشپزی پیش بره، من این چنل رو توصیه میکنم که راهکارهای خیلی خوبش رو ببینید، خیلی بهتون کمک میکنه. لینکش رو در دیسکریپشن همراه با یه سری چنل های مفید و مناسب دیگه که لیست کردم قرار میدم. یه کتاب خیلی خوب بگم چون بحث مزاج ها مطرح شد، کتاب به نام جداول کلیدی مزاج شناسی و مصلحات غذایی که توش لیست کرده مزاج هر غذا چیه، انواع غذا، حبوبات، گوشت ها، میوه ها، سبزیجات، دانه ها، مزاج اینا رو بدونید، مصلحات هر غذا رو بشناسید که از این بابت در واقع دستیار خوبی برای انتخاب غذای شما خواهد بود. که این کتاب برای عزیزانی در ایران هستن در سایت روزی پاک و برای عزیزانی که خارج از ایران هستن در سایت دکتر پاکو
در اساس قرار گرفتم میتونید دانلود بفهمن. لینک این چنل ها رو هم تو دیسکریپشن براتون قرار میدم. ضمن اینکه یه خوبی که دارین مجموعه ها محصولات سالم و طبیعی و ارگانیک هم ارائه میکنن که از نظر کیفیت مورد تایید و بررسی کردیم و از این بابت خیالتون راحت باشه که محصولات سالم و خوبی دارن. گرما کرم های طبیعی که قابل خوردن، اینقدر کرمش طبیعی که میشه خوردش، خمیر دندون طبیعی و سالم، عسل های مطمئن که خب دردقه خیلی افراد رو برطرف کرده، مثلا پفک سالم دارن که من واقعا خیلی شخصا استقبال کردم از طعمش. همینطور لباس های نخ پنبه با رنگ طبیعی، انواع که کلوچه و بیسکویت و ویفر سالم. خوشحال میشم که نظرتون در رابطه با این ویدیو حتما بفرمایید و بگین که این مزاج شناسی چقدر در زندگیتون تأثیر داشته، چه مثبت چه منفی، دونستنش یا ندونستنش، و از این بابت دوست دارم بازخوردهای شما رو هم بدونم. این مباحث ادامه داره، هنوز میخوام در مورد راهکاراش میخوام بگیم، در مورد ویژگی‌های رفتاری و روحی بگیم، در مورد مزاج ها و نکات دیگه‌اش بگیم که هنوز بحث ادامه داره و جذاب‌تر هم خواهد شد. خیلی ممنون از همراهیتون، امیدوارم که همیشه شاد و سالم و سرحال و پر انرژی باشید. خدا نگهدار شما.